بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نوید فتوحی هستم و این قسمت جدیدی از آپدیت های هفتگی من در مورد بازار سهام آمریکا. توی هفته ای که گذشت شاخص S&P از حدود 3200 شروع کرد و به بالای 3220 رسید، به شده حدود 1% افزایش پیدا کرد. ما هفته رو روی 3220 بستیم. به نظر میرسه که شاخص S&P داره تلاش میکنه از این کانال بین 3000 و 3200 که چیزی حدود 1 ماه توش گیر افتاده بود بیاد بیرون و بره به سمت بالا. توی این هفته باید ببینیم که آیا این روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. چند تا اتفاق مهم داریم ما توی این هفته. اولیش روز دوشنبه صبح هست که ما شاهد این خواهیم بود که یک سری از کمپانی‌های پزشکی نتیجه تحقیقاتشون رو در مورد ویروس، واکسن ویروس کرونا اعلام می‌کنن. این حالا بستگی به اینکه این نتایج مثبت یا منفی باشه میتونه در هر جهتی بازار رو حرکت بده. جدا از اون ما شاهد این خواهیم بود توی هفته آینده که یک سری از کمپانی‌های مهم، مخصوصا کمپانی‌های تکنولوژی و حتی چند تا بانک، صورت حساب‌های مالیشون رو بیرون خواهد داد و خب اگر که درآمد اینها بالاتر از چیزی باشه که وال استریت انتظارش رو داره، خب بازار بالاتر خواهد رفت و اگر پایین‌تر باشه بازار پایین‌تر خواهد اومد. ما یک کمپانی تکنولوژی رو در هفته قبل داشتیم به اسم کمپانی نتفلیکس که درآمدش کمتر از اون تخمینی بود که وال استریت براش می‌زد و بعد از اینکه درآمدش اومد بیرون ما شاهد این بودیم که کمپانی نتفلیکس افتاد. خب همونطور که گفتم شاخص S&P توی هفته قبل 1% رفت بالا، ولی ما شاهد این بودیم که شاخص نزدک توی همین هفته بیشتر از 2% حدود 2.5% افتاد. اگر یادتون باشه من هفته قبل توضیح دادم که ما دوچاره یک حبابی هستیم در شاخص نزدک که بیشتر از کمپانی‌های تکنولوژی تشکیل شده. آیا این هفته زنگ خطری بود که این حباب داره میترکه یا نه؟ معلوم نیست. فعلا با یک هفته چیز رو نمیشه گفت، باید صبر کنیم و منتظر بمونیم. ولی توی این هفته ای که گذشت شاخص نزدک نسبت به شاخص S&P ضعیف‌ترین نمایشش رو داشت از سال 2009 به این سمت. برای این تفاوت بین شاخص نزدک و شاخص S&P و اینکه توی ماه‌های آینده چی میتونه در انتظار هر دو تا این شاخص باشه، من میخوام در یک رقابتی توی دنیای سرمایه گذاری حرف بزنم و اون رقابت بین دو استراتژی متفاوت برای سرمایه گذاری در بازار سهامه. استراتژی اول که استراتژی قدیمی تری هست و مثلا سرمایه گذارهای معروفی مثل وارن بافت خیلی بهش اعتقاد دارن، بهش میگن value investing یا سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش. این وقتی که سرمایه گذارا به درآمد یک شرکت نگاه میکنن و میخوان مطمئن بشن که این درآمدی که این شرکت داره توجیه کننده یه قیمت فعلیش هست. مثلا یک شاخصی که اینجا در نظر گرفته میشه، یکی از شاخصهایی که برای سهام ولیو استاکس یا سهام ولیو در نظر گرفته میشه، همون پی ای ریشیو هست، نسبت قیمت به نسبت درآمد. یه شاخص خیلی بهتری که معمولا بهش نگاه میکنن سرمایه گذارهای حرفه‌ای که با این استراتژی سرمایه گذار میکنن، شاخص پرایس تو فری کش فلو هست، یا نسبت قیمت به اون مقدار کش یا اون مقدار پولی که یک کمپانی در یک سال تولید میکنه. سرمایه گذارا میخوان که این نسبت قیمت به درآمد خیلی پایین باشه و هرچی پایین تر باشه این کمپانی رو جذاب میبینن. تحقیقات متفاوتی هم هست نشون داده که این روش در دراز مدت خیلی خوب جواب میده. در مقابل این فلسفه سرمایه گذاری ما یک فلسفه دیگه رو داریم که بهش میگن growth investing یا سرمایه گذاری بر مبنای نرخ رشد. برخلاف value investing، growth investing معمولاً توی کمپانی های سرمایه گذاری میکنه که خیلی سود و درآمد بالایی الان تولید نمیکنن ولی در آینده انتظار میره که درآمد بیشتری رو تولید بکنن. بنابراین مثلا واسه برای کمپانی های growth شاید ما حتی price to earning نداشته باشیم. چرا؟ چون که اینا سودی نمیکنه، اون مخرجشون earning رو ما نداریم. بنابراین نسبت های دیگه ای رو معمولا اگر بخوان به نسبت ها نگاه کنن برای کمپانی های growth بهش نگاه میکنن، مثل price to sales یا نسبت قیمت به اون مقدار فروشی که کمپانی در یک سال داره. همچنین یک نسبت خیلی مهمه دیگه ای هست که توی growth investing یا همین سرمایه گذاری بر مبنای رشد خیلی بهش نگاه میکنن و به اون میگن قانون 40. قانون 40 میگه که درصد رشد فروش، مقدار فروش یک شرکت به علاوه درصد سودش باید بالاتر از 40% باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر ما یک کمپانی داریم که کمپانی جوانی هست، درصد رشد فروشش 60% و درصد سودش منفی 10%، اینو تو با هم جمع میشن میشه 50%. و خب این
مناسب هست برای سرمایه گذاری. این یک نسبتی که توی یک سال اخیر برای کمپانی های گروث خیلی مورد علاقه بوده و همه ازش استفاده میکردن. تحقیقات خیلی زیادی هست در مورد اینکه کدوم یکی از این دوتا استراتژی، سرمایه گذاری بر مبنای ارزش و یا سرمایه گذاری بر مبنای رشد، کدوم از این دوتا قوی تره و در دراز مدت بیشتر جواب میده. و تحقیقات متعددی از جمله تحقیقی که دوتا دانشمند به اسم آقای فاما و فرنچ انجام دادن نشون میده که سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش در دراز مدت از سرمایه گذاری مبتنی بر رشد بیشتر جواب میده و درآمد بیشتری داره. این حرفا شاید خیلی از سرمایه گذارهای جوان تر باور نکنن، چرا که ما در 10 سال اخیر شاهد این بودیم که سرمایه گذاری مبتنی بر رشد خیلی جواب بهتری داده. کمپانی های جوان، کمپانی هایی که خیلی درآمدی نداشتن مثل آمازون و یا پی ای ریشیو یا خیلی بالاتری داشتن، اینا خیلی عملکرد قوی تری داشتن توی 10 سال گذشته نسبت به کمپانی هایی که پی ای ریشیو پایین تری داشتن. ولی به نظر میرسه و خیلی دوست دارم اینم بگم که این کمپانی هایی که پی ریشو بالاتر دارن کمپانی های تکنولوژی هستن و در همون شاخص نزدک هستن که ما قبلا راجع بهش حرف زدیم و میدونیم یک حبابی در شکل گرفته. به نظر میرسه الان توی بازار سهام ممکنه که با این چیزی که ما توی هفته قبل دیدیم و با چیزی که خیلی از تحلیلگرا دارن الان مطرح میکنن، ما ممکنه با برگردیم بار دیگه به برتر بودن سرمایه گذاری بر مبنای ارزش. بنابراین میتونه توی ماه‌ها و سال‌های آینده و مخصوصاً برای سرمایه گذاری‌های دراز مدت، سرمایه گذاری بر مبنای ارزش، سرمایه گذاری روی کمپانی‌هایی که پول خوبی تولید می‌کنند و کمپانی‌هایی که پی ای ریشیوی پایین‌تری دارند، میتونه خیلی پرسودتر باشه. از شما ممنونم که به این قسمت توجه کردید. تا هفته آینده خدا نگهدار.